تیم اسمالتاکی زیاد داریم. آره سلام، خوش اومدی. شروع شو. خب حرفا رو نگه، انرژی رو سیو کرده بود از اینجا. سلام. سلام می‌خوام. آره مرسی اینکه دعوت کردی منو به برنامه بالتون و اینکه چی شروع می‌کنیم. آره هر جور عشقشه بابا. دیگه بذار زره مجلسیه. آره یعنی اینکه امیدوارم که همیشه ادامه بدین و خیلی باحال برنامه‌تون دیگه. دمتون گرم خلاص. اوترو باید میبونیم یه چی حالا اوکی شروع بقید صحبت نکردیم از کجا میدین کارم خوبه آخه دیدم کارتون دیگه میخوای یه دونه دیگه بریم نه اوکی ردیف یه دونه دیگه بریم یه دونه دیگه بریم ای بابا یه دونه دیگه گفتشو میذارم من اگه میخوای یه دونه دیگه بریم بریم نه اسم داره نه فرمت داره هیچی نداره بریم برو خب چه خبر دیگه؟ سلام. خبر رو بگو دیگه. من دو ساعت دیگه خبر. خبر که داداش آلبوم تازه اومده. دیگه خبره بود. آیا آلبوم خیلی خفنه حاجی؟ من پشیمام ریختم. چند دومین آلبومته؟ من دومیه ولی خب از نظر خودم اولی دیگه. آها از نظر خود استارت داستان. آره. چیز قرار بود ای پی باشه. درسته. قرار بود 4-5 تا ترک باشه ولی خب صحبت کردیم دیگه تصمیم گرفتم بکنمش. با کی صحبت کردی؟ شایان. بچه‌های مغز ریکورد. شایان؟ آره من اینجا. شایان سیف؟ بله. شایان سیف. چیز من یه بود که من مثلا موقعی که چی کی بهت بگم. وینا ما یه سری بچه‌ها داریم، بچه‌های دایره مرکزی کانال هم. خب مثلا سپر ادیبی، کریم شیری، بعد آریان. این بچه‌ها هم فن سیفت تو هم. خب؟ و یه دوره اینجوری بودش که بچه‌ها هی میگفتن مثلا وینا کذا وینا کذا وینا کذا وینا کذا. من اینجوری بودم که چه خبره چی شده بعد یهو این آلبومه اومد بچه‌ها کوسکلیت که بشین گوش کن استریم گذاشتم گوش کردم خایه کردم حالا که سولو بودن آلبوم ایده خیلی خفنی بود آفرین آره آره بعدش این که مثلا چی میگه حاجی کلیسا اول اون چه جوری بود داستانش اول اینکه چقدر از امینم اون توی ایم امینم چیز داشت الهام داشت بعدش اینکه چرا اون ترک اون وسطه ببین الان اگه دقت کرده باشی تو رپ فارسی شاید ترک هایی که استوری داشته باشن کم داره ریلیز میشه و اینکه گفتم دیگه وقتی دارم ببین اون ترک یه جوری بود که شاید تکی میومدش باحال نمیشه آره آره ولی جاش بود تو آلبوم یه دونه مثلا بگم آقا یه دونه ترک استوری لاین دارم من میتونم آقا بندازم بایدم چون اگه دقیقا کرده باشی داشت هر سبکی تو آلبوم کار کردم اول سکول انداختم ترپ انداختم دیریل انداختم ولی تا تهران اصلا من خیلی حالی داشت خول میشم اون ترک میشنم اصلا اون ریتم دلم تنگ شده بود آره. من نمیشنی تو رفت و خیلی هم خوب میزه این روبون بب خیلی تمیز میشنه آره. راحته بعد قلمش دقیقا چون قدیم قدیم فقط همه بیتو بوم بب وقتی شروع کرد 94 بکنم گفتی شروع کرد 94 اولین ترک رو داریم ولی خب از 90 و اینا دیگه میتینگ و آره دیگه اون موقع ترپ و اینا بود یا بوم ببین داداش ترپ اتفاقا بودش کرانچ بودش آها کرانچ آره. بود کرانچ بود داداش اون موقع مثلا چیف کیف اینا اولین کسایی بودن که فکر کنم اون سالا این سبک رو کار میکردن بعد ما و یه سری بچه ها که دیگه پیگیر این داستان رو بودیم اینو انگار رو گوش میدادیم دیگه این سبکی ها رو ولی خب اون موقع مثل دریل الان بود میدونی چی میگم تازه داشت بولد میشد و مثلا افراد کمی دوست داشتن مثلا آره، آره، همه بیشتر آره. تعصبی لو اولد سکول و این چیزا آره، بودن میشه آره. آره. چیزم ادلیب اسکواد هم فکر کنم ازت چنینم تو این آلبوم آره، تو این آره. کس ترک آلبوم بعد چیز این میگه میگه که سینگل سولو بودن آلبوم آره. خیلی ایده خوبی بود ایده ریسکی ولی خوبی بود آره آره میبینی ویناک اصلا به نظرم یه فست جدید است دقیقاً من ترک های قبلی رو داشتم ترک های مثلا از سال 2017 بود بکنم تو اسپاتیفای داشتم گوش میدادم یه فیت داشتی اون موقع با آرتا پیش ما بیا آرتا هم خیلی ورسش عجیب قریب میگفت دختره ما میگه فقط از جلو میدم بعد به خودش میاد خیلی ورس سایی این سال بنویسد آرتا به ورس کی بود اون دختر داشتم اون موقع تو رو گوش میدادم با الان تو زمین تا آسمون فرق داره انگار مثلا تو داشت آخه خب به قول خود 2017 داشت من 17 سالم بودم 5 سال پیش میشه 6 سال پیش 6 سال پیشه دیگه من داداش اون موقع 17 سالم بوده بعد تو 17 سالگی داشتم اون لور کار میکردم آره. حالا نمیگم خیلی خفن بوده ولی تو 17 سالگی کم کسی پیش میادش که مثلا موزیک خفن بود بود ترکای لاو بود اون زمان خیلی خفن همین بحث اینه که اون موقع امضا رو پیدا نکرده بودی آره دیگه صد بعد حتی داداش شخصیت خودم کامل نشده بود دقیقا. ذهنی فکری همه بچه بودم دیگه داداش حتی 18 سالم هم نشده نقطه عطفو کجا میدونی؟ کی شروع کردی به این امضای الان تو پیدا کردم فکر میکنه 2023
سینگل ران قبل آلبوم تو میگی، من دقیقا از اونجا عشق دارم میکنم فلکس و این داستان فلکس مود. درست آی فلکس مود خیلی ترک خفنی، خیلی در حقش چیز شد. زیرجی که خدا اصلا زیرجی اومد سپر ادبی یه عکس گنده مینا کو زد تو اتاقش آنتی چیزم آنتی ماریوانا هم، ولی زیرجی خیلی سپر ادبی 15 سالشه ادبیش کردن چون من امروز بخواستم بیاد اینجا اصلا نمیدونی چقدر فنته، یعنی بودن مانا بدهش اجازه بگیرید که دیگه. ولی آره آجی خیلی، چرا سولو بود؟ حالا ایده سولو بودن از کجا اومد؟ داداش آخه بازم این کار رو کسی فکر نکنم اخیراً کرده باشه و اینکه گفتم بذار یه کاری آخه میدونی داداش بعضی ها میگفتن ویناک نمیدونم فقط دیریل میده، بعضی ها میگفتن ویناک فقط ترپ میده، بعضی ها میگفتن ویناک اصلا نمیده. آره میگیرم چون گفتم آقا بذار من تکی ببینم که آقا همه اینا رو آره. باشه قبل این آلبوم تا یه لولی حق داشتم واقعا. آره تو سینگل ترکات یه فاز مشخصی بود، یه مسیر مشخصی هم بود، انقدر دایورسیتی کسی حداقل کسی که مثلا دو سال کریرش رو دنبال میکنه ازت ندیده بود. آلبوم خیلی کمک میکنه به نظر من، خیلی چیزه مهر خوبیه دیگه. کلا نقش آلبوم تو کریر آرتیست اینجوریه که چی میگن یه ارزش افزوده خیلی سنگ، چی میگن یه قدم مهم تو کاتالوگ آرتیست. آره. مثلا آلبوم آره. آخر خیلی قشنگه، رزومه توری میشه دیگه دقیقاً. آره. یه قدم گنده تو رزومه است. بعد بهترین ترک آلبوم نظر چی بود؟ ببین آخه نمیتونم بگم یه دونش بهتر حالا کدوم میشه حال داد کدوم خود دوست داشتی الان گوش کنید استری 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 حالا ها مثلا اینو میگم اگه گل نمیکشی کیرم توی میگه که خیلی هم گنگم حسابی هم حسابی هم گنگم بی محدودیت اگه گل نمیکشی کیرم توریت حالا این نگو یعنی در آن واحد داری به کل دنیا پشت خارمادر میدی این لحظه کل دنیا رو خارمادر داره آه داره کتگوری مامتو نمیگشه کفتنه خواهش خواهد استفاده چی شد این بار از کجا اومد؟ میخوام اون لحظه ای که اینو نوشی اینو گفتی چی بود اصلا؟ تو داشت آخه تو اگه شاید یه رپری باشی که مثلا تو خلاف و اینا رو دی نمیم توش باشی دیده باشی و اینا بعد مثلا الان بیای ببینی خیلی از رپرها میان راجب این چیزا صحبت میکنن ولی خودشون حتی مثلا یه بارم تجربه نداشتن دیگه آدم دلش میخواد بگه کیرم توریه هست. دیپ تروت دوست داری؟ تو گلو فلان یه لحظه کرا یه لحظه یاد اون جانه افتاد جان اون ریه بعد گلو آها آره دیگه آره دارک شد نه خیلی بال بینا که مثلا بگون تو سیکس مثلا رومانتیک و میشنری ساده دوست داشته باشه بابا تایلاواشو گوش دادی لپ داره میگیره یه سر فقط عشق من رو برون صدقه داره یه اون کتخ مثلا رومانتیک این آدمه یه اون وسطش عدلیب میاد ولی مثلا لپ داره میگه باز رکای لاوشو گوش دادم واقعا مشما میرسه آره لاوش میاد جلوز این آدم داره این حرفو میزنه آدم داره عشق چی هستم واسه این آدم؟ حاجی رابطه با آرتا و کوروش از کجا شروع شد؟ خیلی قدیم مثلا فکر کنم سال 91 94 بود که 91 94 نه 92 91 92 بودش فکر کنم که بچه‌ها اون موقع آرتا نه آرتا نه با کوروش هرزمو داده بوده. آره آره از سمت رپ بود با موزیک موزیکی بود ولی خب با آرتا دوست مشترک خیلی داشتیم خیلی بعد دیگه بچه ها رو دیدیم و من کلن وایب بچه ها رو گرفتم ولی خدایی حاجی خیلی کمکم کردم تو همه جا مثلا کانکشنی میدونی آدم حق نمیذاره دیگه کانکشنی نمیدونم همه جا دیگه همه جوره من هر جا بشینم داشت آرتا و کوروش داداشی ها من آره. اینکه واقعا از وفاداریت بهشون مشخصه اینکه تو موزیک ویدیوهاشون هستی و اینا مشخصه رابطه محکمه آره. بعد چیز حاجی قضیه راجب آلبوم میخواستم برسم که نه اول اصلا راجع به این که چرا الگوت و الویناکو چیه اون سمت مکزیکو اسپانیش و اینا رو دوست ببین یه ذره استالم شاید مکزیکی ها ولی با حال دیگه فکر میکنم آخه تو داداش همه تو رپی اومدن یه استالیو برداشتن دیگه ولی مکزیکی توریو کسی یاد نهیده بودم و بهتم میاد با حالش چند تا تتو داری؟ چون مردی هست خیلی اصلا اینا رو نمیشه آره صورت هم فکر کنم 15-16 کدومش دردش بیشتر اصلا؟ زیر بغلم زیر بغل نه بابا من اینجا
اوه وای چه بگاهی باید باشه اینجا. یا امام زمان اینجا داریم شد اینجا انقدر درد داشت اینجا هیچی نیست جلو باش راست بیدیم اینجا درد سیب هم درد داشت ولی خب زیر بغل پوستش یه جوریه ولی گردن هم درد داره چه تو پرگشنش یه جوری بود از کجا شروع کردی چه جوری بستیش تتو زدن اولین تتو رو چه سالی زدی یه اول اسلیبا رو زدی نوت الان چهار سال دوی دست راستش قدیمی تر به نظرم آره من تو آمپول داشت 94 فول بودم چهار من فول بودم آره داداش 4 سال استیو تموم شد جفتش نه این دستم کامل فول بود 94 این جدیدتره نه آره این دستم اولد اسکول دیگه آره این دست دور شده منم دقیقاً ولی... دستم اولد اسکول بود اولد اسکول باحال به نظر من آره ولی خب دو مدلشو داشته باشی فکر کنم فلکس تو چه جوری یعنی واسه بستن انتخاب کردن تتو که کجا چیو بزنی مثلا یه تم خاصی مد نظر تا یه استایل خاصی میری یا دلی نه ببین اتفاقا تتوام هم چیکانوئیه مکزیکی توریه آره خب یه سری تتو دیگه این دستم کلا مکزیکیه آره اینم هم دارم دیگه آقای خرچنگو ای آقای خرچنگو نه کراستی کرپ گردنت ولی چیکانوئی نیست نه گردنه تاره من این چیز ماها خیلی باحاله ماها خیلی تمیز دارم ما عنکبوتر میمیم دوستان این منم تارش رفته تار زده برگه دیریلو چطوری کلن دیریلو از کی دنبال میکنی کلن تو گفت تو قدیمی تو یکی از ویداک به طور موازی به طرز عجیب غریبی داشت اصلا چیف کیف و اینا رو دنبال میکرده من مکزیک هم دنبال میکرده دقیقا همون جایی که چه اومد اولین ترک دیریلو رپ فارسی 2020 فکر کنم یه ماه بعد اون ترک دادم همون شوله آره ولی ویدیو فکر کنم دیریل هم بود ولی خب چی یوکی دیریل نه دیگه آره شایرک دیریل آره آره اصلا دازم هم اینجوری بود دیگه بیت پاپ سموک بود آه چیز این موقع کسی زیاد نمیدیدم مثلا پرودیوس کنه شاید هم بودن ولی مثلا سمت من هم تو شاید قدیمتر شیکاگو دیریل پیش نمیرفتی مثلا زازا مثلا خیلی نمونه خوبیه و تیکت بهترین ترکات هم از فکر کنم ببین یه از قبلش چرا اون امضا رو پیش نرفت چون گوش که میدادی میدونم گوش میدادی معلوم یه ذره حس میکنم اون مثلا کاراکترم کامل نشده بود آه یعنی اون ریسک رو نمیخواسته قبول کنه که بری یه مسیر جدیدی که قبول نه پس بزنن آره میرفت آره یه مسیری آخه داشت قبلش که جوابش هم گرفت آره آره امضاش پیشه آره. خیلی کار سختی آجی تو یه چیزی میدونی بخوای عوض کنید سخته واقعا خیلی سخته تو کی تصمیم گرفتی که عوض کنی اون مسیر رو هم 2023 اوایلش نه دیگه اون 2000 اوایل 2022 بودش آجی فکر میکنم گفتم دیگه کارکتر خودم بذار آره بشه سولو کار کنم چی به چیه خودت چه ساوندی از خودت دوست داری ترک های مثلا لاو تو ترک های ترپ تو ترک های جیل تو من ترپشو خیلی من اون دفعه چی آره من ترپ همو دوست دارم چون فکر نکنم چی مثلا کیو قبول دارین تو ترپ ملودیک نه نه کلا چی فکر میکنی اولین بار ترپ اومده خونده اولین بار ترپ اومده نه اونجوری ها مثلا ترپ نیو اسکول منظورم سوال جالبه من دورچو خیلی دوست دارم خیلی به نظرم دورچی واقعا ترپ خب میدونم اولین ترک ترپش کی بود نه اولین ترکش دورچی یه سال داره آهنگ میخونه یه سال نیمه داره آهنگ میخونه ولی قدیمی اگه بخوای نظر بگیری فکر کنم مثلا کچینا داشتن کچی آره دیگه ولی هم نیو اسکولینا داشت من مثلا یادتون باشه به پاچکش سال 2019 دادم موقع کسی ادلیب نمیدونم آره نمیگفت میدونی رتتا اینا ولی آره ولی نگو ترپ اون یه سال اومده آره سال ولی دارم میگم باز داشت همه یه رو میرم مثلا 2019 آدم میگم ترپ یادم داد گنگو مثلا داشت کسی موقع نمیاد بگه ترپ کسی نمیفهمی چیه داره کسی نمیفهمی گفتیم چیز پایا اینا پایا آره پایا واقعا یکی از چیز آره قبول کنی داداش واقعا اصلا دور از همین داستانا تهران و آره اصلا داش پایا خیلی باله تو یه سرک داشتی نه آره سر خاله بازی های علی بابایی جور چی شد کنسل شد داداش آره دیگه فکر کن ما رفتیم داداش ویدیو رو گرفتیم نمیدونم همه چی رو بستیم کارو گرفتیم مثلا اونم بر زنگ زده داداش میدونی با کی داری فیت میدی فلانی با فلانی دیسه ما رو داده فلان کرد خب داداش چه موزیکه دیگه میدونی چی بهت میگم پایا هم داشت فیلیکی گفت داداش علی اینجوریه گفتم پس نه لقه جفتت خوب بود الان بدک نبود خیلی آره ولی موزیک موادی بود دیگه چه سالی بود؟ ویناکوپایا چه سالی بود؟ حدودی
سه سال چهار سال اون قدیمه داشت تازه رفته بودی ترکیه بود قبلش بود 20 بود فکر الان با پایا اگه یعنی اوکی کار کنی هنوز خیلی باحال این که این مشکل واسش پیش اومده و لژند استاتوس پایا واسش به هم نخورده خیلی باحال آره با من قلبی دوستش دارم آره. پایا رو شاید یه سری مثلا چیزا تو داستان زندگیش بوده اینجوری شده ولی آره چرا که نه پایا داداش واقعا قدیمیه آره 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 پایا یه موقعی در یه داستانایی میخوند که اصلا اون داستانا هنوز شروع نشده بود تو ایران نمیدونم آره دوپامین کسی مازن در داشتم پایپو بدیم من آیسو بریزم بابا داش این ترکو میدن سال 90 او اصلا بی رفت پایپو بدیم من آیسو خیلی خیلی عجیبه ونچ پارکاو آتیش آره سال 90 مثلا یک اینا فکر کنم خیلی قدیم موقع من نمیرفتم اون وقت میگین چی کار میکردی من اینو نمیفهمم داداش میرفتیم دیگه فاز عشق داشتی قدیم اینترنت اونجوری نبود که تو اینترنت به چرخی فریستایل بذاری چی کار میکردن دور هم بودن یه کامیونیتی شکل داده بودن دور هم چت میکردن میخندن بعد داداش اون موقع مامور خیلی گیر بودش اگه مثلا یادتون باشه یه میتینگ بود اون سالا ما داداش رفتیم پارک شاد مثلا فکر کنم واقعا 2300 نفر آدم بود جدی چه جور از کجا میفهمید میتینگ هست اینترنت و فیسبوک دیگه بعد آره اون موقع یادش به خیر بچه های کرج می اومدن بچه مثلا شمال غرب جنوب شرق همه می اومدن 2300 نفر آدم یادمه داداش پارک شاد بودیم مأمور میریخ میرفتیم آباتیش آباتیش مأمور میریخ میرفتیم طالقانی سه تا پارک بغل هم دیگه برای یه میتینگ آخر سرم بعد تو زمین بسکتبال بودیم درا رو بستن و مأمور ریخت و دیگه من نرفتم بهترین خاطره میتینگ چیه؟ بدترین خاطره تیروایی زدن و نمیدونم کی مأمور؟ نه بچه های فکر کنم نمیدونم بچه های کجا بودم تو میتینگ دیگه بعد دادش دو سه نفر تیروایی پاسته یه چی؟ دعوا شده پانچ لاین مثلا اگه بمب بدی زارت به چونه داداش دو سه نفر قمه خورده بودن بعد هاجی چی کار میکرد برنامه چی بود اونجا برنامه دعوا بود میدونی آره همینه هاجی با یه چیزی میذارم پرش ببین داستان مثلا این بود شرق و غرب و نمیدونم شمال و جنوب و فیلم فاز توپاک بیگی داشتم موقع واقعا هم حال میداد خودمونی ها چند سالت بودی عزیز؟ من فکر کنم 11 سالت 11 سالت بود اونجا بودی؟ عکساشو اگه پیدا کنم میفرستم بذاری که نرفتی بود آره که جون نجات پیدا کردی داداش حاجی میشناخرم همه آخه منم داشت اولین بچه بودم که با اون سی 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 رپی فیلان لایه اون موقع اصلا همه 20 ساله ایشتر بهترین خاطرت چیه؟ بچه اجرا میکردی اونجا یا فقط بود؟ نه حاجی نه 10 سالم اینا بود که اجرا نمیکردم بعد یه گذشت شد 14 سالم و اینا دیگه خودمون میتینگ گذاشتیم بعضی جا پارک نیاورمون یه ست یادش بخیر به همونو داستان ریختن همه رو بردن ولی بهترین خاطرم این بود که خودم گذاشتم یه میتینگ دیگه خودی گذاشتی بچه های خودت بودن همه؟ نه همه اومدن تو سنه بکنم 14 سالگی اینو بود 14 سالگی میتینگ همه این میگرد فکر کنه چی مدرسه نمیرفتی؟ کم کم دیپلوم گرفتی؟ نه نه کم دیپلوم خیابون ده نه همیت کم سلطان چیز با امین تیکه رو بدت چجوریه که هی خوبت میشیم با هم شما دوتا نه با تلفن میگیریم هم جدا میشیم یه تک خفم میدن یکو دوباره بد میشن نه خوب هم آجی اوکی اگه باز چیز چه کار رو دیگه هم میدیم با امین الان من انقدر تیک ایدیه راجو تهران ندارم امینو تو هم محلی این الان آره یه جورایی یعنی چی؟ ما این وره شمرونیم اونا این وره شمرون آه شمرون همه اونجاها شما قد از قدیم اونجا بودین مثلا محله پدری تو رو پدری که نه ولی از قدیم دیگه از قدیم کلا من شمرون بزرگ شدم داشت الانم اونجا بیشتر از همه جا حال می‌کنید غرب حال نمی‌کنی تو شوخه دیگه بزرگ شدم فکر کنم وقتی که پیاده بودم اونجا بودم وقتی دو چرخه داشتم اونجا بودم اسکیت میدونی چی بگم گرفتنم اونجا بودم نمی‌دونم آخه باحال‌ترین مخ که زدی چی بود مخ آره تو قدیم مثلا بچه بودی بچه بودی چه جوری مخ می‌زدی این سوال جالبه تلاش می‌کردی 100% بچه بچه بودیم میرفتیم باشگاه انقلاب اونجا دافی مافی زیاد بودن خودش اونجا همه میاد دید می‌زدین یا اوف می‌زدین این دو تا گزینه فرق داشت آخه
صحبت میکردیم دیگه، میشد که میزدیم، نمیشدم دید میزدیم، میشدم بعدی جاده سلامتی. علی آفرین، خیلی یار میده. آره خوشم داشت. من گفتم خاطرمو چند بار از سیم کارت دار بریدم، ما پول ورودی باش کردم نداشتیم از سیم کارت بریدیم، خاطرم متفاوته مقدار مخ کردم اون موقع، من نمیشستم با خودم با اون سیز. اولین باری که شهرت تو حس کردی کجا بود؟ آفرین سوال خوبیه. وقتی که تو خیابون شناختم چند نفر. ترکیه بود یا ایران بود؟ نه قبلش ایران. قبلش تو ایران بود؟ نه بابا. تو از زمان دکتر 13 اولین فعالیتات بود نه؟ چون اون آلبوم چیش؟ اصلا چرا تو اون تیزر بودی تو؟ من میگم هرچی از الان آدم و عاقل و بالغ اون کار به نظر مثلا چیزه اسمشه کودک کار محسوب میشه اینا که مثلا بعد دکتر 13 رو دستگیر میکردن که اومد اینا رو آلبوم گذاشت. حالا بچه 14 تا 12 چند سالت بود اونجا یزید؟ فکر میکنم 12 تا 13 تا 12 تا هم داشتی تیزر آلبوم آخرت بعدش فول بودم اون موقع خیلی 12 تا 13 فول بودی یا بعد صدا کلوفت هم بینا کم ریش نمیوردن. ولی داداش هر کی یه جای شروع میکنه دیگه، اونجا هم داشت خوب بود دیگه. من فکر کنم 13 سالم بود بغل حسین و نمیدونم آره. شایه و نه قضیه چی بود چه جوری رفتی تو اون داستان؟ بارتا اینا کانکشنشو زدم برام، دمشون گرم بازم، فنکه گفتن آلبوم ما هم هستین دیگه، تو هم بیا دیگه. اون تیزرش شمال بود؟ نه تهران بود. تهران بود. آرش بیاسیان هم گرفت باهات که یه بغل دست نشسته بود. این هر باید یه بچه دیگه ای هم بودم تو این لبل تو تا بچه بودم اون ویدیو پاک شده از روی اینترنت ها. اون ویدیو رو گرسی زستن گرسی زن کجاست؟ فکر میکنم ترکیه باید باشه. جدی؟ من با اون داستان دکتر 13 خیلی باله، یه سری آدم زیادی باش ارتباط داشتن هیچ کیچی راجعش نمیدونه. خیلی باحاله. به هر کی یه روشانشون میده دقیقاً باید. اصلا چی میگن نمیدونم، عمیق شخصیتش، هی انگار درای مختلف هست که آدم اینجام بوده اینجام بوده. می باید پیداش کنیم باش صحبت بکنیم به نظر من. یه کات بزنیم بریم بیایم. هاتی 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 چجوری بلات شده؟ The big blood. So, من قرمز واسه همین پوشیدم. بلاد حاجی هستم. بیزا بیزا حاجی بچگی فازشو داشتم. حالا باز یه عکس بهتون نشون میدم، فکر کنم 10 سالمه کامل قرمز، بعد هنسانگ بلادو گرفتم کامل نشون میدی کامل نه بابا یزید تو آمریکا سه نفر میتونن اینجوری کنن. شما چه انگوشه این کسخلا میشه؟ من بیا عادیو هستم. تو بیا عادیو خالی و خانه شده چه جوری نشون میده؟ اینجوری نشون میده اینجوری اینجوری این هم خیلی فلکسه. اینو داداش میگم یه عکس دارم 10 سالمه اینجوری کردم خیلی عکس. از رو عکس در آوردی اینو؟ آره میذارم بذاریدش برنامه تو خیلی باره. من یه گنگ بودن یه جامعه بودن چیش واسه جذابه؟ تو میدونم به فرهنگ جذب میشی میگی اینکه خودتی حاجی و کاری که دوست داری انجام میدی. یه سری حامی هم مثلا داری اپوش. یه سری گایدلاین هم وجود داره دیگه میشه میگم 100 درصد آره. دیگه تو بازی هستش. ولی خب میدونی این که داداش چجوری میگن سرخودی خیلی حال میده آره. دیگه و اینکه به قول بچه ها اسکواد و همون حودتن باهاتن خیلی باحال میشه به نظر. الان اکیپی رپ میکنین این داستانو؟ بستگی داره، تو دیگه داداش خود به خود هر کیو از صبح پاشی ببینیش و آره. باش تا شب باشی آره. میشه اکیپت آره. دیگه ولی آره. صمیمی ها دیگه نه آره. که آره. از دور بری بچه ها رو ببین. الان آره اکیپ موزیکی که فیکسیم با هم کیا این؟ بچه های ونتونز فقط با بقیه هم اوکی ما ولی آره. خب بچه های ونتونز قدیم بودن آره. و دیگه همه میدونن و جا افتادیم خیلی هم کار دیگه خیلی هم شیمی تو ما هم خوبه شیمی تو بهتر شد. مثلا این سویچی که تو زدی فاصله تو از آرتا و کوروش بیشتر کرد بعد کنار هم بودنش جذابتر میشه. قبلا توی یه مسمیه آره. که میگم آره. قبلا میدونی مشکل چی بود؟ حتی کوروش ویناک آرتا ساونداشون یکی بود، انگار وکال کردنشون یکی بود. الان که جدا شدن هر کدوم یه ساوند خاص خودشون دارن. بعد قدیم هم باجی پلاگین بازی بود آره. مثلا رو صدا آره. مازراتی و با کدوم آرتیست خودت به نظرت کارت بهتر در میاد؟ حالا آره بجز وانتونز چون اونا رو که دیدیم شنیدیم نمیدونم. من مثلا ویناک میبینم به نظرم با کی باحال در میاد؟ مثلا ممزی با ممزی خیلی باله. حاجی مثلا با حسین هم باحال در میاد. ابلیس آره حسین باحال در میاد. با حسین یه چیز دیگه گفتم توی مسیرین میشه، یعنی تو به حسین نزدیکتر امضا تا به مثلا آرتا و کوروش الان.
بعد حسینم چون حسین چون نایابه یعنی ورس ازش نیست فکر کن یهو بیاد خیلی باحال میشه. حسین خیلی خوشگذره. حسین نیست چرا کیر کردم حسین یکی از بده یاد آره یاد راست یاد رفت چرا کار نمیکنه یعنی چی کار میکنه که بیشتر پول در میاره نمیصرفه باشه اینور کیر نمیدونم کیرش شراب جدی او چرا مثلا یه کار دیگه اسم میکنن داره آره یه کار دیگه داره بیزنس مهم داره زندگی خوب خوبی هم داره من حقم داره منم آره مثلا زیاد تمرین نمیکنه آره ولی خیلی آخه یارو دیوار شکونده تو رپ فارسی مثلا یارو میگم گنگستر کردن حسین اصلا یه شبیه نداره آره او اینجا بالا خوا داره که میرن بالا سر ایتوراش دوره سفنجیه که بود یادت مشهد دست بالا دست بالا آیا هنوز مشهد مثلا میپرستن حسین اصلا این که صحنه رپ چیزی وجود داره اونجا به خاطر حسین صد درصد اولای ایران آخه چجوری اینا فهمیدن رپ چی اصلا اون موقع خوچی اون موقع ببین آخه بعضی از عشقشو آدم داره دیگه اون موقع هم داشت 50 سنت اینا خیلی با سی دی میدی و اینا بود با سی دی اینا می 50 بابا این داستان چرا یعنی از 2002 اینا قدیمی تره دا. آره بابا ما دنسر داشت 1998 دنسر ها قدیمی تره دن... خب یعنی قدیمی نه رپ هم بود با شایان چه سالیه شایان سال... شایان خیلی قدیمیه خب همون 79 اینا فکر کنم دیگه نه 79 آره نه عقب تر من راه آره. من مثلا راهنمایی اواخر دبستانیا رو میگم ها شایان واشخونیا رو میگم قبل هیچ کس بلوم بده به سیستمت حال ندارم چه فازی میکنم یادمه خلاص 80 80 چند سال پیشه 22 سال پیش میشه 2000 دقیقا توپاک بوده اون موقع آره آره میشه آره فازشو داشتن اینترنت نبود می اینا چجوری گرفت خیلی باحال نه اصلا یه سی یادت DVD میفروختن یه سی دی میفروختن 5 تا ویدیو کلیپ بود آره مثلا این دا کلاب 50 سنت یو یکی از اون کلیپ ها بود یاد رایت شد آره آره اسمکدت امینم مثلا من با همون DVD دادم آره خیلی هیت بوده خیلی دور خودت با 50 فکر کنم گفتی قبلا آره 50 داداش آخه خیلی باحال بوده آره میدونی آره هم دنسی بود هم داشت منی موقع داشت دیگه آره الان که دیگه الان آخه داداش سنش هم بعد همون مثل حسین قضیهش اینا انقدر پول در آورده دیگه کی رفت داستان ما اصلا تو یه دانسای دیگه خیلی ویکراس و 50 جیزی با جیزی که اصلا آره خداست میبینمشون اون روحیه حاصل بودنشون منو خیلی خیلی باره میگیرش میگم این جنگم واقعا صبح به صبح تو جنگم واسه پول در آوردن آره دریک راسو ببینی پشمات میریزه یعنی جت خریده بود 30 میلیون اکادمیس رفته بود در آورده بود که واقعا واسه اینه یا نه بعد دریک راس یه سری گذاشته بود که اینو گفتی 20 میلیون خیلی بیشتر از 20 میلیون قیمتشه و آوردین اصلا شده 50 میلیون دلار یورو خریده بود آره استوری گذاشته بود بعد داشت با خنده اینو تعریف میکرد حاجی جت میدونی واسه بلند شدن مثلا تو اینجا میخوای بری یک بستور آره. کنسرت داری میدونی چقدر خرجش انروتیت داشت صحبت میکرده سوال ازش یعنی میگفتش که مثلا اگه پایلت داشته باشی اگه مثلا خلبان داشته باشی خودت انقدر اگه نداشته باشی یه خوره بیشتر مثلا 4000 دلار یه باید به یارو بدی واسه هر سفر بنزینش مثلا تو این مایه بود که 7000 دلار بود بنزین 8000 دلار اینجا بود داریم خودمون خلبانی یاد میگیریم چیزی اینی که یه دونه آره تازه دو تا غذای مختلفم میخوریم مسمومش بنزین سوپر هم میریزیم تو چیز تو یعنی فکر این که برند تو یه جور فکر پول در آوردن از برند چقدر توی خروجی که داری تاثیر میذاره چی برای پول توش نیستم میفهمم نیستی ولی چرا نیستی آخه منحرفت میکنه پول بالاخره 100 درصد داداش هر کیو منحرف میکنه ولی خب آخه چه جوری بگم داداش اون ور رو اگه نگاه کرده باشی نمیدونم آیس چی چی بود این دختره آیس اسپایس داداش اومد یه ترک خوندش زندگیش اون رو به من برام شد ولی داداش تو رپ فارسیش که با یه ترک نشد تو اگه اون کونو داشتی مثلا میشد اونو نمیگم تو نمانجی اینجوری شد دیگه تو نمانجی اینجوری شد دقیقا آره یه وجهه اونو که به نظر من اصلا رپر نیستش نه ولی همین اتفاق واسه افتاد آره 100 درصد مردم ایران چی میرن ببینن آره دیگه آره همونو زیر تو نمانجیو ولی نکو به نظر من اینکه این اینو بگیم که فلانه فلانه کوست چرا یارو یه سوراخی پیدا کرده رفته توش پولشو داره در میاره به ما چه ربطی داره نه اوکیه ما داریم بررسی آره بابا ما کلا داریم نظر حق نداریم آره. نظر بدیم آره نه حق داریم نظر بدیم ولی خیلی بیشتر از چیزی که باید داره هیت میشه آخه میدونی چی میگم آخه حاجی ببینیم نسبت مردم نسبت
همه چی رو مقایسه میبینن. تو مقایسه میکنی این حجم ویو رو، این حجم سابسکرایبر رو با این تعداد ترک با این کوالیتی، بعد مقایسهش میکنی با مثلا یه رپر خوبی که چستا ویو داره، چستا مثلا سابسکرایبر داره. این تو کونه کسی نمیره واسه این هیت. مغز مارکتینگ داره، مغز مارکتینگ داره، موزیک ویدیوهاش رو ریلیز کردنش و رول اوتاش، استوریاش، تا شورتایی که تو یوتیوب میذاره حساب شده است. ممش ترند شده. آره میدونه داره چی کار میکنه. یکی از بهترین مارکترهاییه که تو رپ فارسی هست. یعنی اینکه انقدر قدرت داره که میدونه مثلا یه تابویی رو شکوندن تا کجا واسهش سود داره، تا کجا واسهش ضرر داره، چه جوری نراتیو رو بچرخونه و به سمت خودش بکنه. این کارو واقعا داره خداگاه انجام میده. خیلی عجیبه. اعتماد به نفسش هم تو کل مسیر حفظ میکنه. نمیدونم خودشه یه نفر پیششه که داره این برنامه‌ریزی میکنه، خیلی تمیز داره پیش میبره هر کی هست. تو اصلا این فکر رو نمی‌کنی؟ چرا این داستان مثلا منیجمنت و کار خیلی مهمه، ولی منیجمنت اون معنی نه، اینکه مثلا تو ذهن برنامه‌ریزی کاری میشه بهش گفتیه. چرا حاجی؟ ولی خب نه اونجوری که بگم الان این استوریمو رو برنامه میذارم فلان. آره آره آره. تو اونقدر تو مرز خط قرمز نیستی واسه یه دختری که داره گنگ میکنه. 100% دختری که مثلا لختم بشی کسی اونقدر زن تعجب نمیکنه. راست میگی. آره. با پرودوسر جدید کلا پرودوسر رفورتی کی رو حال میکنی؟ زاناکس رو میدونی؟ زاناکس؟ زاناکس آره خودش شیلر و حاله یو مثلا زاناکس میدونی مال میکنه روحی کارش با حاله روحی دیگه بچه های کدوم برای بگم هرچی دوست داری بگم اشکان هم کارش با حاله با اشکان رو بتا چجوریه کاغان نه خوبم نه بدی چرا همدیگر رو بلدی یو استکان سعدی لب بگیرم یزیده تو پیش نیامده درست بشینی با هم دیگه، چون منم حاجی نه به کسی بد میگم نه خوب میگم تا نشست آره. باشه چقدر جوزی فکر میکنی خود؟ تو مقیس یک تا ده چند تا جوزی؟ من نه تا جوزی؟ الان کمتر الان چند تا جوزی؟ قبلا ده بود آره قبلا الان تو چند تا جوزی؟ آخه بستگی داره به چه کاری آره. نه الان تو موقعیت الان تو پادکست چند تا جوزی؟ آها الان صفر صفر؟ آره خب جوز بودن چجوری کنترل میکنی؟ تو داشت آخه کنترلی نداره، تو باید رو مغز خودت تسلط داشته باشی دیگه، روی یکی فاز بد نگیری یا مثلا جوز چیه همون فاز بد آره. و فاز خوبه دیگه، باید که اوکی باشی نباشی، بستگی داداش به رفتار طرف داره خیلی. آره آره اون یه کاری میکنه، تو جوز بخوری جوز نخوری. یکیش آقا مثلا من اومدم مثلا اولین بار شما رو دیدم رفتار تو انقدر باحال بود انگار مثلا 10 سال میشناسم تو میدونی، ولی یکی که یه جوریه تو خود به خود رو طرف جوز میخوری میدونی چی بهت میگم؟ آره مثلا زبون بدنش یه جوریه. آره 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 کیوان سایرس رو چه جوریه؟ چه؟ کیوان سایرس اصلا کجا میشناسی؟ اونم از قدیم همون میتینگ ها؟ میتینگ فکر کن از 12 سالگی خاطره میتینگ داره، من اصلا درک نمی کنم چه جوریه. دوام هوا یه خاطره تعریف کن از شرارت های نه اوکی قابل تعریفش دعوا نکردم تا حالا من میخوام یه کتک خوردن رو بردیم نه دعوا خوب نیستش آفرین مثلا می‌خواستم همینجا بس چون هم بزنی چه بخوری سوخت داره خیلی منطقی تر از چیزیه که فکر کردم ما که رکاش رو بوش کیرش تو ریم و میتا پس بایری مالا یزی راجع چیز بچه دار شدن هم چجوریه؟ من خیلی بچه دار شدن هستم قبلش رو بگیم رابطه و اینا چجوریه؟ من میگم باور کن الان یه دوست دختر فاب داره آره اصلا هر شب بغل میکنم میرم پاساش خرید میکنم آره پاساش خرید میکنم اصلا شب نه باشم الان خیلی وقت نداره چرا نداری؟ پیش نداری تو داشت داشتن خوش میگذاری نداشتن بستگی به طرفت داره خوش دارم میگنی آها به من نداشتن نداشتن؟ صد در اون آدم خوب پیدا نکردی؟ هم واسه کار داداش آخه من میدونید مخم واقعا نمیکشه سخته حاجی صبح پا میشی هزار تا کار رو هندل کنی و اینکه وقتی هم یکی رو دوست داری نمیتونی هندلش نکنی باید از این آره. این به کارت لطمه میزنه آره. شاید بعضی ها اون کار رو نداشته باشن حال میکنه صبح پاشه با دوست دخترش بره بیرون شب آهنگش رو گوش بده ولی من به شخص تو این موقعیت نیستم آره. الان که وقتی که اون برو باید بذاری مثلا مثلا مهم چون اسم میکنم الان برای زندگیم این طرف خیلی مهمتره آره. تا اینکه بخوام سرمایه گذاری داری که برمی کنی ولی من میدیدم چی؟ من میدیدم این که مثلا یه دوست دختر ثابت داشتن
یه سری متغیرها رو از بین میبره، مغزتو آزادتر میکنه که درسته. آره مغزتو آزادتر میکنه که یه چیزا تو میدونی شب برنامه چیه، روتین داری، میگی که اون روتینه به انجام دادن کارو کمک میکنه. من فکر پست کردن اینا مثلا نیست دیگه. آره دیگه این فکرا نیست. چقدر تو فکر پست کردن اینا؟ من خیلی خیلی دروغ چرا داداش پسری بود آخه چی نیست کی نیست داره رو هر کی بگه نیستم دروغ میگه یا گسخله یا گیه. من احترام میذارم، احترام احترام که 100 درصد میذاریم، ولی گیه من یزی تتو هم خوشو خطو بهترین تتو ها چیه؟ بهترین تتو چیه به نظرت؟ عشق ولاد. عشق ولاد؟ اوه من اینو دارم سیم بقید اونم که آره تو چهارتاشو داری؟ نه ستاشو داری؟ لابدالو کارو داری؟ مکسیکی هستی جای پرشاد آمگو جای پرشاد هم خیلی ردی بازیه آمگو. آره چیز جن ها چجوری؟ جن اعتقاد داری یا نه؟ داداش یه سری چیزا هستن که اسم میکنم بغل ماها زندگی میکنن ولی ما نمیبینیمشون دیگه، میگن تو دنیای موازی و اینا. ولی آره دیگه اعتقاد که همه دارن اسم میکنن. عجیب ترین اتفاقی که حالا واسه افتاده چی بود؟ مثلا پارانورماتوری بود؟ آره یو یا مثلا یه اتفاق عجیبی افتاده مثلا؟ داداش من تا چیزی رو نبینم باور نمیکنم، ولی میگم که مثلا وجودش رو جایی حس نکردم که ببینم. آها مثلا تو جنگل منگل نبودی تو برای خواهی کنی؟ من همینو همیشه مثلا به همه آره. میگم که من اعتقاد ندارم، میگن واسه پیش نیومده. آره واقعا پیش نیومده مثلا. آخه الان شما یکی رو بیارین که بگه من دیدم، واقعا نیستش کسی. نه آه. هستم بابا. آره بابا دیده رام تو دیدی؟ جن. نه که خودشو ببینم. ولی پیش اومد. ها اصلا چند وقت پیش واسه خودمون پیش اومد تو خونه. شیشو دنبال شارژر بود رامتین، شارژر لپتاپش. بعد مثلا 10 دقیقه همه سوراخ سنبای خونه رو گشت. بعد ما یه کمد داریم اونجا زیر اون سنگ نمکه، اون درش خیلی سفت باز میشه مثلا ما پیشوشی بندازیم. بعد داشت همه جوری میگشت پیدا نکرد، اومد برگرده دیگه بیخیال شد بره اونور غذا، یهو در کمد باز شد شارژر افتاد بیرون. بعد 10 دقیقه یهو در کمد باز شد، من نبودم اینو ببینم ولی تعریف کرد ریدم تو خودم. نه داداش رام چی درق نکن رفیقام رفتم پیاب خونک، رفیقات خر میشن بابات کنک، اکیپتون قاز خلنگ دورو بری یاد میزنم با سرنگ، کشم کلت وینچستر رو اومدم کردم همه تونو درو، الو الو هلو کاسبم داره تتوگره هم بلو اینه بشی تو تکلیف، وقتی پروندم بود بلو تکلیف، با دتو گفتی نشدم دستگیر بهت میدم پس کی شاخ شد برام، حتی ات میزنم بام دشمنام، فرام میخون از امال بوم درات قلبم شد بسه آیرون منا، ککم پر ولایی میکشم سوی فقر علالایی، از ایران گفتم پایی رفیقان بهم کاتو میدن زنجانی، یکی خان تکتان پس بهم بگو جنرال امزا اینا کم بشه بشه نام بروان همه تو زیرم این مثل بام تهران. بیت با کیه؟ یه الجانوخ ترکه. تو ترکی میفهمی الان؟ نه اونقدر، ولی این ترکمون هم که گذاشتم فیت با یه آرتیست ترکه. اسمش چیه؟ کسکین. کسکین؟ آره چه دریلره مثلا؟ چه دریلره خوبه، حالا اگه آیدیو یا ویدیوش هم تونستیم بذارین تو برنامه ببینیم. آره. آره. خوبه دیگه، مانتیش هم تو اسپاتیفای 200 که اینا خوبه. آره. چیز ترکیه چه جوریه رفش؟ هافینگه خیلی باحاله حاجی، نمیدونم دیدی؟ آره دیدیم. من آره معروفاشو دیدم مثلا ازل و زیو اینا. آره زیو دیدم اون یکی مردا مردا اونا رو دیدم اینا. آره مرو اینا مرو. آره 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 اونا رو میشناسم. چطوری حبیبی کس کس اونا پاپن قشنگ، یعنی میلیون دارم اونا. حاجی میدونی چیش باحاله داداش؟ میری تو خیابون رفتگر اسپاتیفای داره، یوتیوب داره، نمیدونم تاکسی یوتیوب پلی موزیک میدونی اونجا داداش چیزی به اسم آرد فیلتر نیست، آپارات آره. و فیلتر و اینا ندارن، یه راست میرن تو جایی که استریم و ویو میدن به آره. ولی خب داداش نسبت به رپ داداش ترکیه 10 سال پیش خیلی خوب شده. آره اصلا تغییر کرده. آره داداش الان یه رپر ترک چقدر 20 میلیون مانتریشه، خیلی خیلی. من ویوهای 200-300 میلیون تو یوتیوب دیدم ازشون، خیلی. آخه ترکاشون واقعا سونی هم باهاشون قرارداد می‌کنه چون داداش آزاده دیگه کشورشون. بعد ترکاشون رو من گوش میدم، من نمیفهمم اصلا ولی گوش میدم حال میده. آره وایبشون خیلی باحاله، اونایی که میسازن خیلی خفنه. بعد چی صحنه هاتشون الان چیه مثلا؟ مثلا یه مثلا مردا ترکای چیز میده. آره میدونم
دنس هال توری میدم. آره حاجی الان دیریل مثلا هیجان و اینا بالا نمیدونم شنیدم. آها دیریل شفجی توری. آره آره ملودی توری ترکی میزنن توش خیلی باحال هستن کارهای هیجان پروسر هیجان نه بیگ جان هی نه 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 هی تو پرونسر چیزو میگی؟ من دارم یه آرتیست ترک رو میگم به اسم هی جان. حالا تو نسین سرش کنی خیلی با خلافکارم بوده. تو چیز تو ترکیه با بزرگترین آرتیستی که لینک زدی میخواستی باش کار کنی که بود ترکی؟ همین کسکینه. همین کسکینه؟ از سرکه راضی؟ با حاله. آره خیلی برسه خفمون. برسه اون چجوریه؟ چی؟ ورسه اون چه جوریه؟ ورسش هم مقاله میخواد 15 نه 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 بذار موقع گوش بده شو ورسشو گوش بینیم متوجه میشی کامل چی میگه نه راجع به امنیت و میای میگفت شرتون و فیلو جنگه ویدیوش بونی ویدیوش کنه فکر به یه سری صحبت کرده بودیم که اون مثلا فضای ترکیه رو بگیره ما این برای فضای ایران رو بگیریم. آره ولی وسط بازار توری باحال ببینیم پروژه باحال آره خیلی باحال بعد انرژی داره برسه تو این چیزا خیلی باحال آره بینا که چیز داره خیلی باحال مثلا تکی ویدیو تو ریاکت کنم ویدیو گفتم تکی موزیک ویدیو بگیره باحال انرژی داره سش باحال انرژی باحال اکتش باحال چیز درگ مورد علاقه چیه؟ جوینت جوینت؟ چجوری باش؟ چجوری هندلش میکنی؟ حاجی آخه من بیشتر میکشم و میرم سر کار میدونی چی بهت میگم زیاد نمیذارم تو مغزم بخواد همونو قفلی میزنم رو کار دیگه حاجی میخوای خوش بگذرونی چی کار میکنی الان؟ چی باورت میشه دیگه بهم چیزی حال نمیده چیزی یا برنامه ای؟ برنامه آخه میدونی قدیم بوداش میرفتیم بوداش یه پاساج میرفتیم حال میداد آره اسم میکنم نمیری ها حاجی بری من اینجوری بودم یه دوره طولانی بودش دیگه نه آره ولی آخه پا میشدیم قدیم کجاییم آره 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 تیراژه ای آره الان دیگه همون پاساجی که پشتش میدادی دهنه چیز کی بودو؟ تندیس رو میگه نه چجوری بود چی؟ داستانش رو بگو حالا تا اونجا نرس بلش بگو چه جوری موقع شد زدی یزید بچه‌ها یاد بگیرن هاشم بهتر بود بابا داش دیس می‌کرد ها من فکر کردم یه پست برده باشه اونجا سر درازه حالا پستم اونجا باشه پساش نه یه بار ولی پشت بولینگ باشگاه انقلاب کی آورده بودن جدی میگی چه جوری موقع شد زدی بردیش معروف بودی نه بچه بودیم معروف تو جمع بودیم اسمی اکیپ بودی مثلا فیلا بوشه هدایت رو میشنسی؟ روبروی بولینگ یه چیز داره تو بولینگ عبدو رو میکی آره؟ آره 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 میدونم سر بالای اینجوریه رو میگی نه 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 آره کوچه اولی سر بالایی پشتش بقیه روتونه داره کوچه این کوچه اینجوریه ولی من بولینگ با شانگالا بگفتم آره فهمیدم اون آخه کوچه هدایت رو گفت اینجوری میره کوچه رو میره این خور سمت چپ یه روتخونه است این ور ادامه کوچه است این ور یه جاده خاکی بغل روتخونه ته جاده خاکیه یه مکان جالبیه لاکاجا ها تو کجا برده بودی؟ نه ما برده بودیم لاکاجای باشگاه انقلاب یعنی پشت یه چیزی بودی؟ پشت بولینگ بودی پشت ساختمون بولینگ بعد کامل کار کردی؟ نه دیگه یه دونه دهنی کله آره کله چیز مخ فن زدید حالا آره اینقا فن زدم بهم کم اربن بسیارم از این تقریبا هفته دو ساعت نزدم دو ساعت نخواب حالی مخی که زدی خیلی بهت حالا چی بود؟ سیابوس بود سیابوس بود تویکس تویکس دیگه گرفتی و اینجوری اصلا آخه داداش میدونی اونا هم سفید میبینن حال میکنن دیگه تا چش وا کردن همه سیاه ما هم تا چش وا کردیم همه سفید دیگه این خود به خود گرایشو میگیره احساس تو حرف میتونستیم بزنیم با هم انگلیسی یا ترکی انگلیسی انگلیسی کجایی بود چند آفریقایی بعد چه جوری بودی چند وقت بودی باش نه نه بابا وان نایت توری همون شب اول سنگین گنگ چیز تیویس همون چجوری؟ همون تویکس دیگه تویکس آره ببین تیریسام حالا نمیدونم ترانسفر کنم بستگی به اون دوتا فرد داره آره که با هم اوکی باشن هم با هم اوکی باشن هم مچن تو اون دانسی که میخوان انجام بدیم مثلا خندن یادتش یهو مثلا با یکی داری تیریسام میزنی دختره مثلا میره اون بر وامیسه منتظر منتظر نوات بیا خوب یه چیزی بخور یا فایده بمال خود یزید اینجوری آخه معامله میخوابه با اون با منتظر نمواییه من اگه دوتا پسر باشه چی؟ اورجی نه سیریسام
دو تا بزن یه رفتن MMF ببین حاجی اینجوری آخه من پیشنهاد کردم با رفیقم بودیم من رفیقم میدیدم خندم شما دوتا هم نه ولی مثلا میدونی فیس رفیق رو ببین میخوابه حاجی دون رفیق تو اینو میخندی دون رفیق تو اینو وای چیز اصلا عوض کنیم آره بس سریع عوض کنیم یه سوال یه برسم منجر به طلاق نشد گفتی خودت بالای سیال نمیده ولی بعضی وقت حال میده برام تینیجتر هستی آندریج نمو تینیجتر یا بالاتر ببین قدیم که مثلا تو یه سال پیش تا دیروز اگه قدیم داشتا قبل برام نه ولی جدی جفتشون حال میده حاجی بالا حال نمیده سنده زیاد بالا داریم تا بالا آره بالای فرش مثلا آره 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 تو بالاترین چیزی که زدی چند سالش بود؟ 1990 بود فکر میکنم اون سمبالا محسوب میشه اون که 32 سالشه که داشت سمبالای دیگه آره من بالای دیگه آره 23 4 33 سالشه آره چند وقت بودی باشه جولای هرمزه چند وقت بود آره سال خوبی با کسی که کلن بودم یکی آره بودم آره سه سال نه با کاتکری بگاه رفتی یکی هرکی بگه نرفتم آره بگاه رفتن چجوری هندلی کردی آنزار میده داداش فوکوسم رو هدفم سرتو با کار رو آره. نگرم میکردی میدونی داداش تو یه جایی میرسی دیگه وقتی انقدر حالت بده میدونی فقط دوست داری یه کاری بکنی همون حال بعد یه دور بشی داداش بعد دیگه منم تصمیم گرفتم دور بشم میگن چیزه میگن بریکاپ بزرگترین انگیزه دهنده است واسه موفقیت تو حالت کیریه هیچ کاری نمیتونی کنی همش فکر درگیره پس سرتو با یه کار خوب مثلا مشغول میکنی هی مشغول میکنی سرتو هی مثلا کار میکنی هی پیشرفت میکنی آخه زندگی رو هستی 100 درصد هستی معطر نیستی نه اصلا هر کی میگه داداش میخوام بمیرم جرأت زندگی کردن رو نداره به نظر خواهشون آره خواهشون نداره سخت سخته داداش مرگ خیلی آسونه بیا همین الان 100 نفر رو جا زدنه آره داداش زندگی کردن سخته اینکه تو ببینی فردا میخوای چی بشه سخت فیس تاتو داستانش چیه واسه چی شروع کردی فیس تاتو زدن باحال حاجی آخه حس میکنی یه سری فرصت ها رو از بین میبره چرا 100 درصد ولی خب کسی که میزنه دیگه ریسک اینو میکنه که فرصتاشو از دست بده چی باید شد که اینقدر اعتماد به نفس داشته باشی این کار رو بکنی خانواده نه بابا من خانواده دستم رو قطع میخواستم بعد الان اوکی هم با تتوات خانواده مرسد عشق میکنم بعد هدف چیه فاینال چپتر تتوات چیه باش صورت تو کاور کنی نه دوست ندارم اصلا بعضی هم این پرسن ازم داداش میخوای بیشتر بزنی نه بیشتر الان کمرم و اینا رو میخوام بزنم ولی فیس اینا بس پروانه نه رو کمر پروانه فقط فاز فاک بوی داداش پیله نکنیم که بعد پروانه حاجی تو اون چیزا رو دیدی یه دوره قبل شما مثلا دوره ما بدنسازی مود شده بود پیرنگ میشن یقه بالی 100 درصد خیلی دوره سمی عجیب غریب بود و بینا که وسط اون دوره داشت اسکوال بابا همه داشتن شیشاش میکنن بدنتو به اونجا برسونی خیلی سخته باید خیلی سخته که هیکل به این خوبی برینی توش باید تیشرت یقه هفت تو چله زمستون باشه آقا من باشگاه میرم من بازی دارم حاجی بحث سختی و اینا شد اصلا به خودت من آخه اینجوری هم به خودت یهو سختی میدی برای اینکه 100 درصد مرد چی میگن مرد بزرگتری یعنی کسخلی مثلا یهو من به خودم فاز میدم که مثلا دوش آب سرد همینه دیگه یهو مثلا به خودت میگی که بذار یه کار سخت رو بکنم که تحمل کنم من کار تشر به خودم شوجه به مثلا راگ بخوام صحبت کنم من همه چی گذاشتم کنم آره به طرز سخت ترین کاره آره واقعا سخت ترین کاره سخت ترین کاره فقط جاست جونت سیگار رو چی؟ پولترکی ول کردی؟ یعنی چی؟ یعنی که یهو ول کردی؟ یعنی که آره آره من یهو داداش اصلا قیدشو زده در بگاهیشو چی کار کردی؟ تعمل؟ آره داداش بگاه خیلی یه مکنم هنوز هم هستم اون سوراخه میمونه میگیری چی میگم؟ آره 100 درصد یه سوراخی همیشه وسط سینته من تو اصلا داداش فکر کن چند سال یه حالی رو تجربه کردی که بالاتر هایی
بالاتر از حال بقیه بوده میدونی. آره. اون حس فراتره رو حس کردی. آره. و اینکه بخوای بذاری کنار سخته دیگه. آره رد میندازه رو. برات من واسه آدمایی که این کارو کردن خیلی احترام قائلم، چون جنگ واقعا یه جنگیه که هر روز درگیرش، یعنی اینا که الان هم درگیرش مطمئنن. تو مثلا سیگارو 20 سالگی تر کنی، 30 سالگی دوست داری سیگار بکشی، 10 سال نکشی باز سیگار رو مخ مخه هیچ وقت از بین نمیره. خیلی همینو میگم، زندگی سخته، به خودت باید سختی بدی که اعتماد به نفست بره بالا. همینه مثلا یهو مثلا من سیگارو گذاشتم یارو جمعه میکشم بچو یهو مثلا تو طول هفته نمیکشم، اولش خیلی سخت بود، بعد دیدم دو سه هفته مثلا تونستم فقط جمعه بکشم، خیلی حال میده. تا این سختی رو خودت نمیدونی. چرا میدم زود این سیگارو میدم، سیگار از این به بعد میدم. چرا حاجی بازخورد آلبوم چجوری بود؟ به نظر خودم که حاجی خوب خیلی بودش. آره برای فروش گذاشتیش؟ من ندیدم حاجی، استوریای تو برای من نمیاد. خیلی بد میاد پیج تو اینجوری، پیج پوبون برای من اینجوری نمیاد استوریو، خیلی عجیبه. قدیما حاجی خیلی فوشمش میذاشتم تو استوریام واسه همین ریپورت کردن داستان شده بود. چی شد از اون فاز در اومدی؟ آره خیلی فاز خیلی ملوترین باحال داشت دیگه. هر کی جوونیشو مثلا جوونی که دروغه، اون سنه که یه ذره قده و اینا یه ذره داداش فاز اینو داره که دیگه اون قد فاز نگاهیدم. آره الان اینا که 30 ساله چجوری می‌بینی؟ خیلی آروم و آره کتاب داری می‌خونی؟ نه دیگه میدونی چون حاجی همه چیو تو سن کم دیدم. آره حس می‌کنم دیگه پخته شما. آره گیریلو چجوری؟ گیریلو هاچی ننداختم الان. نه باز حرف زدن اذیت می‌کنی. یه ذره یه ذره نمیتونم درست صحبت کنم. ولی بعضیا رو دیدی فیک میندازن. آره آره انگار ناس گذاشته. لبش بالا زده. چیز چند چی میگن امید به زندگی تا چند سالگی؟ دوست دارم پیر نشم مثلا، دوست دارم مثلا 50 تموم شه. آره 45 تموم شه. 50 تازه میمیم. آره البته بسته ای 50 میمیم شمال روستا یه خونه میگیریم صبح تا شب یه بخاری. آره یه مرغمون بیرون هست میریم. تو چه میبینی چند سالگی میبینی؟ من؟ تو کم میبینی، تو امید بزنی کم. من همین الان قلبم درد کنه واقعا. من فکرم مثلا 45 میده. 45 خیلی کمه. کمه؟ آره برای مردن خیلی کمه. 55 خوب. آره چون جایی من خیلی نه هفته نه من از خیلی استفاده دارم میکنم از خودم. من تو هفته هست من خیلی دارم استفاده میکنم، به بدنم نمیرسم. میگیری شو میگم خیلی دارم کار میکنم. یه وقت برسیدن خب چیز زندگی راجع به آلبوم صحبت کردیم. پرودوسر رپر مورد علاقه مثلا قدیمی تره؟ نه هم نسل نمیخوام بگم هم تو مثلا نسل رو تو چی میبینی؟ سایز کی؟ تو مثلا اینکه یهو طرف ترکیده مثلا فکر میکنی مثلا هیپاپولوژیست 10 ساله میخونه ولی نسل 4 به خاطر اینکه فکر میکنی مثلا قدیمی ترین نفر نسل 4 کیه؟ فکر کنم هیپاپولوژیست چرسی و هیپاپولوژیست چه ترک داده؟ سروش خیلی قدیم ترک داده. سروش مثلا واقعا مثلا بوم بپ فریستایل میکرد، میرفت تو میتینگ و فلان مثلا 10 سال 12 سال راحت مازن نرم. مثلا مشهد و تهران یه سین اینطوری داشت و سروش هم از خیلی قدیم توش بود، یعنی تو از درگیر اونجا نبود، داستاناشو نمیدونی چون اینترنت اونقدر درگیر نبود. ولی ترکیدن چرسی و سروش که تقریبا با هم بود فکر کنم 20 داره. آره اونجا خیلی عجیب داره میترکه، من پشمام ریخته. یعنی اینجوریه که هر کی یه نقطه‌ای داره دیدی، مثلا اینا یه دوره‌ای مثلا یه نقطه ایو زد. آره. تو اون نقطه موند. الان یهو 2023 دوباره یه نقطه اوج داره. آخه الان زمانی مارکت دستشه که اصولا نباید دستش می بود. یعنی این آلبومه اگه بخوای رو حساب کتاب بری جلو زمان بعدی بود زمان ریلیزش به نظر من. واسه این نزدیک فیلو مثلا چیزه بس نصف. امکان داره مثلا اونا هفته دیگه بیان یهو این فید شه. بعد این ریسکو کرد، بعد ریسک جواب داد. آره. خیلی عجیب غریبه. حالا یه چیزی بگم، امسالم این اولین آلبومم نیست. سال یه آلبوم دیگه میدی؟ همین امسال یه آلبوم دیگه میدم. با چه آجی میبینی کانسپت آلبوم بعدی رو بچین بگو چیم دیگه. توی یه مسابقه گفته بودی الگوت که قرار بود ای پیشه که حالا ال پی شد، قرار بود ترکای دلی توش باشه. خروجی که در واقع اگه گل نمیگشه کی رفت دیگه تو رو یاد استوری دلی از تای درم اومد داداش چی شد یو عوض شدم چی ببین یزی ببین فازشو داشتم میکس
ولی یه ذره که رفتم جلوتر باز دیدم آره هم دیدم کسی آلبوم سولو نده یا دادن هاچی من نمیدن حالا اوکیه اینکه فول جنگ نداده هاچی میدونی اینکه همه دادن مثلا اینو جنگ بعدی ناراحته گفتم بزالاشی همش کنی باشه ولی شاید هم یه ای پی کلن دیستاف بدم نه بکن نکنی نکنم آخه وایس نه بکن ولی در صورتی که مثلا شکستش نه خورده باشی تمام دیسلاو داشت یه ایپی مثلا سه ترکه ولی داشت آخرش باید رگ بزنگ دیگه مثلا اولیش طرف دومیش اولد اسکول مثلا سومیش دیپ هاوس چیز دیپ هاوس چیزی آجی تو اولد اسکول خیلی بومبپ خیلی خفن میاد تا تهران دیگه از خفن ترین کارا من بیتشو یه کم دوست نداشتم ولی فلوه بینا خیلی خوب تک آخر راجبه کی بود دشمنا یه چیز شخصی نداشت تهش داشته باشم نمیگی دیگه در نهایت تو خودت آدم خوبی میدونی یا آدم بدی میدونی تو داشت هر کی به یه اندازه خوبه به یه اندازه بده نمیشه یکی بگه من کامل خوبم کامل خوب ولی کن که خوبم دیگه مثلا یکی بده که هر روح حقه نمیدونم اینو آره، میخوره آره، نمیدونم فیلم آره. میکنه ما داداش نکردیم تو ازت پرسیدم تو بد میدونی خوب به نظر من آدم اگه بد باشه بیشتر تلاش میکنه از خوب بودن خوب باشی شل میکنی آره شاید یعنی من میگم خودم آدم بدی بدونم خیلی بهتره تا اینکه بگی من خوبم اوکی عجیب ترین مجلس واسه سوال من جواب نداد با چه آرتیستی حال میکنی تو نسل خودت نسل مثلا نسل 4 حساب کن اینو اول بگو بعد کلا تو رپ فارسی با چه آرتیستی حال میکنی تو مثلا هم دوره جای خودم سروش باحاله دادش آدم باید روک باشه آره. همه با همه شون به نظر من اون کانسپت این که همه جوره جا کردن رو داره آره. یه چیزی داشتم آره. که اینقدر ترکیدن آره. سروش من هستم و اینکه از بچه های قدیم هم که آرتا و کروشیه به جز اونا رو میدونم هستی خلصه رو مثلا فکر کنم هستی خلصه صد درست با تبهکار کار نداری حال نمی کنی ارتباطی داداش آخش تو اینجوری که آره. اصلا با طرف حرف نزنی نظری نداری بشینیم داداش یه آب میوهی با هم آره. نه خیلی خوبه این که مثلا یهو طرفو نمیشناسی باهاش ترک ببندی آره. شینگه در نمیاد نه واقعا اصلا مصاحبه هم اینجوری مصاحبه الان وینا خیلی کول بود که انقدر تمیز در اومد یعنی خیلی آدم مثلا که اولین بار میبینیشون مثلا طول میکشه تا اون میشه عجیب ترین مجلسی که رفتی تو ایران چی بوده؟ تو فنات خیلی عجیب مثل کوروش به کوروش هم میگفتم بگو یه آدمی هستی که مثلا 80% فن بیس دراگ بازای تهران چی میگم عجیب ترین مجلسی که رفتی و دیدی چی بوده؟ حاجی یه 5 6 سال پیش بود یه پارتی سایکو رفته اونجا داداش اصلا ورود میزدی انگار تونل وحشت زامبی اینجه بعد دیگه نرفتم این مجلس ها خواهی خیلی ستم خیلی ستم خیلی ستم نخواستنی جمع هاشون اصلا حال نمی کنم آره. بدفاز میشه من نمیخوام تو رو ببینم اصلا تو زندگی جلوت یکی ها میبینی اینجوری یه چی تو دست آمبول میشه یاده کلیپ ارفان میافتی آجا چیز تو آین سیست مهمونی خونوادگی و رسمی میری رفتی دارد نه چرا نمیری؟ تو اونجا هم چجوریه بود؟ نه خیلی آدم موجهیه آره زیاد خانواده هم مهمونی نمیگیرن آه مثل مهمونی هم آدم بریم خونه خاله خاله نهارم نه زیاد آره زیاد چیز نیستی فامیلی باز نیستی چیز تفریه مورد علاقه چیه مثلا فیلم بازی فلان فکرم کارت ها موزیک کار نه تفریه که نمیشه گفت مثلا همین زندگی کیری ها خودمونی افریم مثلا صبح داشت میریم با یات دور میزنیم صبحونه رو تو سواحل لانگ پارک استونگز میخوریم شنا دوست داریم؟ تو پول آره دیگه تو زمین نه با دابل آنتان رو داشت سروت هره کس خوره شده بگو خب چیکار کنم دیگه؟ بذارینم کفش مورد علاقه چیه؟ آفرین کتونی مورد علاقه الان کتونی که دمه در دیگه خیلی خوشگیره نایک اسپایدره چیم؟ آره چتونیم الان رو بگم آره. دیگه زمسون تیم بلن و... نیویورک آره دابسون هم همین نایکی دیگه نایکی خیلی قدیم تایگر
تایگر شدی پشت تایگر هستن اوزا جی حاجه همین دنبال چی هم؟ S90 بود درسته یه دونه مده سالی قرمز سفید قرمز مشکی ترکیت آدیداس قدیمی ها یادته که زیر بغلش گنده بود شیشتا رنگ داشت اصلا میبوشنه من دنبال اونا حاجی پیدا نمی کنم سایز تو هم اصلا پیدا نمی اصلا نیست انگار حاجی یه سایت پیدا کردم میاره کسیم 26 میلیون تومن من 26 میلیون تومن برای چی بدم من میسازم شرکت خط تولیدشو میزنم لویی هم فوتبال بازی میکردی بیشتر فوتبال و بسکه همین خواستم من بسکت منظریه نیاوران باتیس پیش آقای کرم‌الدین جدی تیم داشتی؟ آره تیم باتیس بعد الان چی بود تو بسکت؟ سیزن بودی یا مثلا؟ نه سگام لیاب اونا جلو بودن قدداشون یه ذره من بلندتر بودش چی کار میکرد؟ ما وسط دفاع میکرد دفاع چی شد که لینلند رو پاک کردی؟ کلن با بعضی نه جوز نزدم با بعضی از پرودیوسرهایی که کار میکردم نه مشکل چی اصلا نمیدونم چی بگم داشت کارهای کپی رایت دار میدونی تو یعنی ببین چقدر باید فرق باشی که کلیر نکنی آره بری آه یعنی سمبل کپی رایت دار داداش لاغت پیچ دوتا گام عوض کن آه نمیشه دیستریبیوت کنی چند تا ترکش اونجوری بود دوتا و کلا ورداشتی واسه ریبرندینگت بود یعنی پروسه این بود که برند جدیدت نشون بدی نه اصلا دوست داشتم همه کارهای خودمون باشه دیگه میدونی الان یه ذره اون موقع داشت فاز اینو داشتم سری بیت بدین کار بدیم جمع کنیم بره جلو من موزیک دادم الان داشت بیشتر اون تمیزیه و خوشگلی قشنگ حس میشه تو خروجی آره واقعا مثلا موزیک ویدیوات که کانسیستنت داری موزیک ویدیو میدی پشت سرم آره موزیک ویدیو فلکس مودو خیلی دوست دارم خیلی یه دونه اون سیسی دوست دارم تو تهران بدی آره تیکه خیلی یه دونه ویدیو هم دوست دارم فرشاد بیارم سری آره سلطان سری تو ویدیو سری میارم اشغال میزنی ویدیو داره ویدیو داره بزنی باشه استریو تا تهران ویدیو داره به احتمال زیاد تا تهران ویدیو میشه وای تا تهران خب ویدیوش چیکار کنه برنامه تو سه امسال چیه کلا به احتمال زیاد یه آلبوم دیگه دارم و اینکه اگه خدا بخواد هفته یه ترک رو پیش میبرم مثلا بابا اش بازار دستت نه و سعی میکنم که هر سه تا ترک یه دونهشو ویدیو کنم بیفت با پوریو چجوری میخوای پیش بری چی شده نظرت نمیخواستم تا جایی که میشه نمیخواستم اونقدر راجعش صحبت بکنیم ولی داداش پیش که آخه الان مشکل واقعی که نیست از کجا اصلا شروع شد اولین چی بود ساب تایتل بود ترکش آن تایتل ساب تایتل ها اونجا یه سری اونجوری بود بعد رفت جلوتر از بعد... قبلش داستانی بود من اصلا اولین روزی که پوریو فالو کردم مثلا فکر کنم 6000 7000 فالوور داشت یا بیشتر نمیدونم چقدر وینا که 7000 فالوور داشت گذاشت استوری گذاشته بود که ویناکینا لفظای منو دزدید ویناکو مثلا فلان یادته لفظای منو دزدیدن فکر کنم شما جوابی ندیدین همین بعد مثلا من لفظ گاتپوری داشت من بری تو پیجم اولی هنگم مثلا 2017 دادم میدونی گاتپوری داشت 2020 اولین پستش چه بعد من داشت جنگ و اون استورو 2018 دارم میگم ترک خوبه مثلا به پاچکشتش ترک خفنیه میشناختین همو از قبل نه اصلا هیچ آشنایی نشد شباهت لفظ پیش میاد نمیدونم یادم دقیق چی بوده ولی ها پس از اونجا شروع شد بعد تورن تایتل شروع شد و دیگه رفت این اتاش استایل من رفته بود عکس گرفته بود گفتم آجی خب چرا این استایل رفتی عکس گرفتی اما بر دیگه منیجرش زد داداش شما اسکی کردین گفتم بابا مشتی من 2021 عکس گذاشتم چه جوری من اسکی کردم که بعد رفت جلو الان یه آلبوم داده بود یه ترک کامل کوسچر میگفت ترکیه و فلان سگ و پا بزن چی آره اونم که کلا فکر کنم تیکه نمیدونم داستان و کلیپات پر دختره کلیپای من پسر فلان یه تیکه هم گفت فاصله با چاغالا یه گیت فلان داداش میدونی خب تو حتما داستان داری دیگه مشتی آخه میدونی انقدر معلوم نیست با کیه دقیقاً آخه نمیدونم یه همه به خودشون باید بگیرن آره دیگه تور فاصله ترکیه است کلیپات پر دختره تیکه داستانه خب با کیه میدونی چی میگم خب چه جوری پیش چه بگم چی میشه ولی بازم داستان جدی که نیست که آجی که نمیشه یه اصلا اتفاقی نیفتاد آره. با چیزی چون بشه چون داشت پدر کشتگی که آره. نره اونجوری داشت ارث منو خورد تاش اصلا یه ورس این راجع تو ادل شده اوکی تاش همینه رپیه داداش مود داستان به نظر من هر کی که فکر میکنه یا مثلا فنای من حالا چه فنای اون که میان فوش و اینا چیز رپیه مثلا آره. ناموس من یا ناموسمون داشت تو بتل دیگه درست آره. آره.
ولی بتل همیشه بوده و هست دیگه، جذاب من دوستش دارم. من حریف خوبی هستم، یعنی هم ویناک هم پوری دو تا از جذاب ترین برندایی هستن که تو رپ فارسی هستن، مخصوصا واسه بیف. آره آره خشن. از حق نه بگذاریم با هر دو طرفشون دیسترک هایی که میدن منفجر میکنه. میریش میگم یه بار چیز یه بار داشت توی گرگومیش، اگه گل نمیکشی گیرم توی گرگومیش یه بار داشت، فقط خط دارو میکنم از خط دارو میگم. آره آره استیکیش خیلی قوی بود، چیز میکنم شمشیری سیم خیلی این تو بار خفم بود. نبندیم؟ نه وایسا نبندیم. چیزات چی میگن؟ از کجا اینسپایر میشه؟ از چه سبک موزیکایی؟ مثلا شیکاگو میخواد باشه، دیلی نیویورک میخواد باشه، بیشتر خودت چیا گوش میدی؟ من بیشتر همین بچهای چیرا رو گوش میدم هرچی. ولی خب آره الان ولی کم شده فعالیتشون. آره چیفی ولی چیفی لیلدر که اگه چهار حساب کنی آره آره اون چه خود داشت به خودشون چیز کرد لیلدر دیگه خیانت شده. نه 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 من نه 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 لیلدر بچه لمرانه. خب لمران چراغ نبود آخه دلش اوبلات نیست، ولی شایرک باشه شیکاگو تو کلیپ های قدیمی همه میون. آره آره نکن اینجوریه، نکن یه محله تو همه تو شیکاگو هن. جنوب شیکاگو انگلوود. خب این یه محله است نورمال، محله لمران محله لیلدرک. اینجا یه مجتمع مثل اکباتانتوری اوبلاک، اینور چیز استیل استیلی بی تی، اینا دشمناشونن. خب سه تا با هم دشمن؟ نه سه تا با هم دوستن، این دو تا با هم تیمن، این با چند تا دیگه اینور تیمه. خب و با هم دیگه مشکل دارن. لیلدرک عضو لمران بود با اوبلاک خیلی خوب. اوبلاک میشه کینگ وانی. آره او بس تی اچ اف هم استفاده میکرد، بیزو و بون و اینا. اونا رو به عنوان مثلا بادیگارد خودش داشت موقعی که میشه میگم. بعد یه موقعی مثلا واسه تی اچ اف مشکل پیش میاد، همه میرن زندان. اون موقع اعضای تی اچ اف میگن که لیلدرک اون پولی که اون موقع داشت به ما میداد و وقتی ما رفتیم زندان به ما نداد. بس سر این یه مشکل کوچولویی به وجود اومده. گنگ بازیه بین خودشون. آره یه اینجوری که مثلا من رفتم زندان، مثلا تو بعد مثلا واسم پول میدادی که مثلا راحت من به خاطر تو رفتم زندان. آره آره یه چنین فاز مشکله، یعنی کوچوله. ولی لیلدرک آدمیه که یه میلیون دلار برد تو فود پخش کرد بین مردم. یه میلیون دلار میگه نقد خیلیه. خیلی رفت مصاحبه 1 میلیون دلار ورث اف گیم روی میز یه میلیون دلار چید، رفت توی محله لمران توی شیکاگو با کل کیلراش، یعنی 60 نفر دورشن، یکی در میون قاتل سریالی. شعر کرده خب. آره 60 دو ساعت مصاحبه ضبط کرد. با کی مصاحبه کرد؟ گیلیو والو. میلیون دلار ورث اف گیم دیدی. چانس چه سالیه؟ پارسال. آه پارسال. با کینگ وان مصاحبه کرد. کینگ وان چجوری؟ یانگ بوی چجوری؟ یانگ بوی هم حاجی جنگ و باحال شد. من داستان بیفای یانگ بوی داشتم گوش میدادم، خیلی باحال بود. آره. پاینه چی بود؟ بی بی جی؟ بی بی جی و تی بی جی. آره. بعد کازنشو کشته و این یه چیز کرد. داستان یانگ بوی خیلی خفنه. یانگ بوی هم بد کسخوله واقعا. یه سری لفظ مثلا میگفتش که مثلا یه سری آدم مردن سرشون روی بالش بوده، بعد چند ماه بعد یانگ بوی ترک داده یه لفظ استفاده کرده مثلا. آره 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 سرشون رو بالش بوده. همون جیمانی دشمن اصلیش رپره رو گرفته بودن کشته بودن موقعی که من سرش سه تا تیر خورده سوراخ انقدر سرش، و سرشو میذارن رو بالش، بالش خونی میشه. این تو موزیک ویدیوها بالش میذاره زمین روش دراز میکشه واسه اینکه مسخرهش کنه. قشنگ دارم آره. من کشتم حاجی شوتاشل جیهربو میشستی؟ نه جیهربو بچه NLMB یه محله دیگه تو شیکاگو شرق شیکاگو. خب اینا یه دشمن داشتن شوتاشل، یه دونه دیسترک میده جیهربو فقط یه استوری میکنه که میگه جوابتو میگیری. خب فرداش توی روز روشن تو خیابون چهار نفر میان از دور یه تیر میزنن به کمرش، میفته زمین، چهار نفر بالا سرش وای میسن 32 تا تیر نوبتی میزنن تو سرش. موقعی که گرفتن موقعی که پیداش کردن سرش نبود، یعنی سرش انقدر تیر خورده بود اینجوری که صورت نداشت. من اصلا دوستان از تطواش شناساییش کردن. خیلی بگاهی داستان، یعنی جنوب شیکاگو خیلی آره خیلی بگاهی داستان. چایرک علکی نیست؟ آره علکی نیست چون شایرک واقعا. کجا دوست داری زندگی کنی؟ چه ایران فکر کنی؟ مکزیک دوست مکزی؟ داری؟ به جز ایران ها، یعنی اگه ایران نبود مکزیک. من خواهی که باید بریم پرو. پرو کجاست؟ پرو یا کلمبیا؟ نه پرو آره چیز داره. پرو آمریکای مرکزی هست. آره آره. من جزیره تور دوست دارم. جزیره تور کم بود و قحطی ها. اگه تاوهیا بیاد هر روز وسیله بیاره آمازون هم باشه. میگه آمازون بیاره. حیوان چی دوست داری؟ حیوان مورد علاقه چی تو حال؟ آره. مار فکر کنم دوست داری. مار باحال و سلت. میمون خیلی حال. میمون خلاشی؟ نه ولی خیلی اذیت میکنم. آره خیلی اذیت میکنم. این یه بچه 3 ساله است. مثلا بچه مونگول. یه سال توانایی شده. یه زنه بود
50 خوری سال بود گوریل داشت خب بعد گوریله میکردش، شوهرش مرده بود گوریله میکردش، رابطه احساسی داشت. آره بعد از مثلا 3-4 سال که کرد یه پسره میاد تو خونه مثلا با زنه دیت داشت، خب گوریله پسره رو میکشه، هیچ زنه میده بهش، بعد یه پسره رو میاره بعد 2-3 سال که بده بهش گوریله پسره رو میکشه. گوریله غیرتی، آره ناموسه اینجا فکر کن به گوریل میداد اون چه و گوت اون چه گوریل باری بوده گوریل آدم ها چیستر میکنن، گوریل اینجوریه که دو ظلمه میزنن تموم میشه، چک نمیزنن شما کوش چک بزنه میمیره آخه نظرم که سیکس با نظر وحشه نقصه میشه آجی گوریل خیلی درستم. خب دیگه چه خبر راجی؟ سلام ای حرف بزنی راجی، چیز حرف بزنی بریم جلو. کی داره چه جوری؟ فاسم داداش بعد وقت و چی خدا زده تشا جیدی فکر بگوی چه اتفاقی افتاد واسه برندش؟ با همه خودشو بد میکنه آخه سر الکی، میدونی چی بهت میگم؟ با کسایی هم که شاید نمیشناسنشم یه جوری رفتار میکنه که اون آدم داداش میخواد نشناسدش. آره میدونی چی بهت میگم؟ آره. یه ذره زن مثلا رفتارش دور میکنه. آره تو خود همین دیگه گروه گروه داشتم چه جوری که مثلا یه گروه داشته باشیم دو تا وکالیست باشه؟ ببین گروه داشتم به نظر من ته کاره، خب چون الان تنها کار کردن خیلی سخته. آره. اینکه تو ورسو بزنی، ایده رو بزنی، کارسو بزنی، هندل کنی، بعد یه جوری باشه داشت آدم خسته نشه کل آهنگ گوش میده با یه صدا. میدونی گروه داشتم به نظر من هم کار خیلی سختیه، هم موزیک و ایده ها رو میبره جلو، چون یکی داشت داداش من این ایده رو دارم، خب بفرست یه ورس میزنه فلان، میدونی سری جمع میشه. ولی سولو بودن هم یه لحظه بهتره هم یه لحظه بدتره دیگه، یکم بازتر دستت سولو باشی، ولی گروه باشی مثلا پشتوانه داری، یه روز حال نداری کار کنی طرف اصلا. آره ولی خب خیلی هم داشتیم که اختلاف بود. آره. تو اون گروه ها دیگه ببین باید خط فکری ها با هم آره جلو باشی. خیلی آره با خیلی اصلا خیلی بزرگتر از چیزی که به نظر میاد. تو مصاحبه قبلیت اینجوری نبودی چیز اسمشه تو چرا داستان اتفاقایی که تو ایران میفته، لینک هایی که آدم ها زدن، گنگ هایی که وجود داره درز نمی کنه اینجا؟ این کود آف سایلنس گنگ های آمریکایی میگن تو ایران یه جوری اجرا میشه خواهیم کوروسالنسی که مثلا تو هیچ اطلاعاتی راجب زدوبندی که غیر قانونی داری انجام میدی و به هیچ کسی هیچ وقت نمیگی، میروشی میگم نه دخالت کسی رو نشون میدی نه دخالت خود نشون میدی، نشون دادن یعنی مثلا فضای مجازی به پلیس نمیگی یا به آره نباید میگی آخه. آره ولی میگم تو ایران انقدر خوب اجرا میشه واقعا داستانا درز نمیکنه، یه داستانی کوچولویی درز میکنه. ما میگم ملت مثلا میان دست همدیگه رو قطع میکنن، بعد توی جمع 8 نفر هستن نشستن اونجا هیچکی چی نمیگه. این اتفاق خیلی عجیبه به نظر تو ایران که این داستانا شروع میکنه کم کم پاپ شدن؟ چرا میشه؟ نمیشه. میشه آخه میدونی به جامعه چیز بدی میزنه بخواد این داستان پاپ بشه. پولی که توی این کار هست، پولی که الان پول توی دراگ ترید است، هیچ وقت توی ایران تو دراگ ترید نبوده 100%. آره ولی حس میکنم هیچ وقت بولد نمیکنن این داستانا مگه اینکه از بقیه در بره این داستان. همین میگم که از گوشه در میره مثلا. آه. یه نفر شروع میکنه حرف زدن، میروشی میگم چون داستانه خیلی عجیب غریبی هست. یعنی تو ایران داستانه که توی مثلا همین اکیپا میفته از داستانه مکزیک عجیب تره. خیلی همین داستان وحید مرادی. آره. یه نمونه شو مثلا پیش بگیری خیلی داستان عجیبه، یهو با یکی یه بیفی انجام میده، فقط یه دونه فیلم از دوربین مدار بسته مثلا. آره. در میاد ازش داستان شهر نمیاد. یه فقط اکیپاشون رو اسم بزنن روش بکنن حل مثلا پی جی اف میگیری چی میگن ای کی زو. آره تو چی میذاری اگه بخوای بی جی 4 بی جی 4 بلاد گنگ فور اور او بیگ بیز ان بیلدینگ چیز بیگ بولی. پول در آوردن از کریر من چجوری بگم، شغل هستید آرتیست بودنه، موزیک تولید کردن، یا نمیتونی بگم نه اوکی شاید دوست نداشته باشی. ولی آره آرتیستیه، یعنی هدفت اینه حداقل که موزیک درآمد موزیک. آره، باشه موزیک. به نظر من یکی که داداش وارد یه کاری میشه تا تش باید بره دیگه. یکی که مثلا نونوا میشه واقعا میبینی تا تش نونوا. آره، مثلا رقص شاطره دیدی چه تر آره، پارتی داره. آره آره چون به نظر من این شاخه به اون شاخه پریدن کاره چیزیه برای بچه‌هاست. خودت میرقصی استردی میکنی؟ من خیلی من قدیما کنار پارکور بریک دنس هم میرفتم. بولینگ اپ داره جدی میگی؟ با داریوش. داریوش کی بود؟
رفتی الان موتور موتور سوار میشه موتور موتور سوار میشه لقبش چی بود بی بوی چی بود نمیدونم بعد عکساشونو برای نشون میدم هاشم بولینگ باشگاهش خیلی معروفه من بدتر کردم تو عدل کردی اونجا نه با قدیم میرفتیم اونجا ولی دیگه کم کم گذاشتمش کنار چند وقت کار کردی؟ یکی دو سال کار میکردی نه دو سال چی ها میزدی همچند؟ یادم نی اینوری میرفتیم سوایب میزدی این چیزا رو وین میل میزدی هلیکوپتری دیگه داداش اونا کار داریوش بودش من واقعا بعد 3 سال وین میل سخته حاجی بعد دستای مقاومت میخواد آره پارکور چقدر کار کردی؟ پارکور رو 3-4 سال نه بابا با کی؟ نمیشناختی با اولش که چیز بودیم بالای بولینگ هیتال بودش خب هیتال بود بعد دیگه رفتیم یه جا تو شرک محلاتی اونجا کار کردیم جمعه ها میرفتیم پارک نیاورون پارک نیاورون پاتو پارکور کاراست جمعه اسم کسایی که بودین کیا بود من یه سریشون رو میشناسم مثلا اکباتان که فرشاد چیز میومد فرشاد دیوونه فرشاد دیوونه لقبش دیوونه آخه میدونی چی کار میکرد پرسیژن فکر کنم میگم داداش واقعا خفن بود جدی چی کار میکرد آقا همینا پشت بوم پشت بوم یه خونه خرابه پشت بوم اینجوریه که یه سقف اینجاست یه میله اینجا آره مثلا بک فیلیپ میزد روی میله لنگ میکرد بابا کار دیوونه یه درصد اینورتر بود همون جلو اصلا خیلی داستان بعد چون چی زنده است؟ آره هنوز که زن نشه کم رفته بالا کیشه فکر کنم الان همجوری این دوه؟ نه ولی تمرین میکنم پارکور خیلی کنه عجیبه خیلی آسیب خوش میگذره ولی پارکور نه؟ خوش میگذره آسیب بدنی میزنه آره آدم ها شجوری هم اون تو اون آدم ها رو بیشتر روست داشتی آدم های رپو داشت 100% آدم های رپی دیگه ولی خب خیلی بهش نزدیکن آره 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 چون اینا هم رپ گوش میدن که آره چیز میکنن ولی نه فازه اینو ندارم بخونن آره آره فازه مثلا سینگ شدن با موزیکو دارن ولی یه چیزی بگم پول همه چی رو خراب میکنه آره مثلا توی رپ ارتباطایی که داری تهشون یه پولی هست احساس میکنم یک کم چجوری بگم لایه لایه میکنه اون رابطه رو توی رقص مثلا من تو 10 سال میرم 15 سال میرقصیدم اون داستان مالی میدونم همش دلیه مثلا همه رو دوست داری داداش میفهمی آره. اصلا فکر نمیکنی این میخواد به من بزنه آفتا. اون میخواد اینجوری آره. میدونم تهش نیست ولی خب ولی رپ نداداش رپ به نظر من خیلی محیط کثیف و خوبیه نه کثیف به اون معنا باید بلد باشی دیگه آفتا. حاجی هر کی دنبال منفعت خودشه به نظر من تو این بازی آره خیلی بشهشون بیزنس باید نگاه کنیم 100 درصد دیگه چون تو داشت بیزنس شده آره بخوایم نخواهیم کرده باشی داره توش پول رد و بدل میشه میاد میره تو اوکی با اینکه پول تو رپ فارسی بود مثلا یه سری آدم ها میگن که پول خراب میکنه همه چیو نه تو داشت آخه پول بچه رو هم خراب میکنه خب میدونی ولی ایه لحاظای پول تزریق بشه تو رپ خیلی خوبه دیگه به نظر من الان به نظر من یعنی به جایگاهی رسیدیم که مالا نمیگم همشون ولی بعضی از امریکایی ها اروپایی ها دارن رپ فارسی آره. مثلا یه بار دیدن آره آره آره, آره, آره یه دفعه دیدن آره ولی قدیم ندیده بود آره قدیم اصلا قدیم چرا خود ایرانی هم ندیده بود آره آره دقیقا ولی نب... الان داداش آره. یه جوری شده که شاید 2% چون چرا هم ایرانی های اون بر برای رفیقاشون آره. میذارن هم داشت یه سری کلبایی اومده آرتیست ها با خارجی ها کردن که یه سری رپه ولی خوب داشت میگم رپه تور کلا خیلی بیشتر خیلی خوب میشه ولی خیلی ها نمیشناسنش تو ایران قبول نداری؟ باش نگو یه سری آدم میشه خیلی باحال این رو دارد بگیم سلام مهراب و شاید بیشتر بشناسن عزیزم میگه تیغه شما نکن رپ فارسی اینجوریه خودکار رو در آشان تو اینجوری مثلا ویناک اینجاست ای بابا اوکی نفس عمیق خب ویناک اینجاست خب این دایره فنه چیزتن هاردکورتن خب این دایره فنه عادیتن میگیری چی میگم بچه ببینین اگه میبینین تو ترکه با بالا تو بدی اینا اصلا شاید گوش ندن نفهمن این دایره میفهمن اونا پرچش هشماشون آره، میریزه آره، آره. بعد اینان که اینو بزرگ میکنن نه کن تو مستقیم این کژوالا رو بزنن اینا ویروسی انتقال میدن به اینا بعد این بالا اوته مثلا الان نمیتره که 3 سال دیگه میگم اینا ببین با چی کار داده آره آره میگم میگم واسه همین میگم سود لحظه ای شاید نداشته باشه اونقدر ولی به مرور زمان میفهمن کاتالوگ تو کامل میکنه میگم
اصلا همین که استمپ شیکاگو رو روی کاتالوگت میگیریش. بعد واقعا این کارن. آره بابا واقعا این کارن. یعنی شاید صبح با صدا مثلا شلی چارو هست. چی شده؟ چی رو زدن؟ آجی اینم نمیخوابن اصلا. لیلدرک بود میگفت اصلا درست. لیلدرک هم مشکل داره. داداش نمیخوابن. یه سال داداششو کشتن. بهترین دوستشو کشتن. یکم قبلترش مدیر برنامه هاشو کشته بودن. آره بگا داره میره روزی داره یه دونه قتل دور برش اتفاق میفته. خیلی بده حاجی. گوچی مین هستی؟ خیلی گوچی مین سوریتان تمام پیامبر قدیم که توپل بود و که میشه بستنی گوچیه دیگه. نه بابا نه 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 او گنگ منم اینو میذارم واسه خیلی خفنه. بستنی گوچی من باید بذارم اصلا چه ایده ای دمت گرم خیلی خفن بود. باشه گوچی چی گوچی گوچی داداش با واکامین خون خیلی خوب بود. با واکامین خون دوست داشتی؟ آره. بد گنگ بود. آجی هنوز یارو من گوچی هنوز خیلی دوست دارم. آره بابا خیلی خفن. بابا یارو لجند خرف و یارو آورد خیلی قدیمه آره. داداش. واقعا تمام این کار. بعد اینکه تو زندان رفت سوبر شد. یه و سیکس پک اومد بیرون آجی. دیگه پیکر تراشی کرد. آره. ساکه ماچه. آجی بعد از زندان اومد بیرون باسمود اومد بیرون. یعنی اومد بیرون. آره که داداش چه خبر دیگه چین طلا هم نه همه بره آره سفید کاری کردید اولین نفرم پوشای سی آورد پوشای سی آورد تنزمنتی همون که میگو آره الان زمون دو نفر کنم تو عوض زندانه تو استیجی جاییدن آزاد شده پوشای سی نه فکرم استیجی آزاد داره گرفتنش؟ آزاده پوشای سی رو گرفته بودم پوشای سی رو گرفته آره 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 پوشای سی فکر کن تو اوج شهرت با مکلارن رفته با کلاش سر اینکه گل کم داده یارو تیر زده تو کونه یه نفر تو ویدیو ماشین با مکلارن چیز؟ مکلارن موجود مکلارن موجود مکلارن سبز آره آره معلوم برای تو ایده و کلاش از پنجره در رو لاشی دو گرم کرد هکه گوله تو گرم کرد پولو انداخته رفته پولو انداخته فرار کرد کلاش میرسی محبوب ترین از دای دنیا جدی؟ آسیا میره اصلا که میگن کسایی که خیلی گنگن اونجا کلاش دارن چون اصلاحیه که فکر کنم آره آمریکا تولید نمی کنه اصلاحی این وریه آره اصلا شرقه مقابل میگن کسایی که آره خیلی گنگن اونجا کلاش اصلاحی چی دوست داری؟ من تحیطه مثلا فرض کن محدودیتی وجود داره مثلا فرض کن جنگ ما گاکتان کی؟ نه فرض کن جنگی. آه جنگی. ماشینگان باره. ماشینگان. ماشینگان سنگینه آجی. اسنایپر. تو میخوای تو خونه بمونی دفاع کنی یعنی؟ شاید. این طبقه سه دیدیم بالکونه خیلی جای خوبه. ماشینگان رو بزن. کانتر. این بر زامبیا بیان. درر. اسنایپر است. اسنایپر هم خیلی حال می‌داره. بزن. آره آره. اوتومات SMG هم باحاله. SMG کدوم من ریزه ها شبیه خروسیه من SMG نمیگیرم خروسی کانتر خودتون SMG بگیریم بابا شو کی میره تو دل طرف باید بری تو دل طرف آره خودت دل بنقب بزنی تا بمیره یه دونه هم نمیره بزن یه دونه هم ریلود کنی من اینجوری حساب کنی تو دل طرف باید بری وام تانک اون سر راینه تانک تانک یعنی بازوکا میکنه به گفت زامبی که بازوکا نمیزنه داداش آها زامبی جنگ زامبی الان جنگ با زامبیه خب تانک نمیتونم بیان توش اصلا حاجی اگه مثلا زامبی الان یه همه زامبی بشن اصلاً از کجا باید بیاریم الان زامبی یو بیو همه زامبی بشن الان ما وسط پادکستیم یو همه زامبی شدن رامتی هم زامبی شده حتی تو خونه نه نه تو خونه تو خونه هم نیم ولی همه بیرون زامبی هم و هنوز ما رو ندیدم میگیریش میگم باید از دم در شروع کنیم تله چیدن اول تله چیدن روغن بریزیم یه آتیش بزنیم آها آها بنزین بریزیم از این بالا توف کنیم گل بکشیم فوت کنیم صورت چت شمش یزیده تو بنیگن شد ای یو شیر کنید تک کنید آقا دمتون گرم مرسی برای بکس دوستتون دارم خیلی یو 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 یو